راست بالان موشه مراشای ردی عقو بشینن تام لوانه خواه الو تلمیده خواه. در تراتن از دستور داریم که آموزش بده اونها رو این مطالب رو به فرزندانه و همه اشاره میگیرن که فرزندانه اینا اشاره به شاگردات هست. هارامبام مرزبندی کرده ارتباط بین استاد و شاگردش رو در فصل پنجم از هلخا تلمود تورا هلخا یود بید که اونها همچون فرزندان هستن که فایده میرسونن به استادش هم تو این دنیا هم دوران علما با. و باید بدونیم که این فقط یک گفتار زیبا و تشبیه قشنگ نیست، بلکه اثبات میشه از گفتار اخامین که این واقعیت محضه. اشر الکن که بنابر این یش رول لمه و همین خاطر بوده اون معلم مربیست که سعی بکنه که تلاش بکنه روی خودش که بپذیر این احساس شایسته رو در ارتباط با شاگرداش و هی عبوداش لما و این کاری کامل و سخته. بنابراین اینجا یه مختصر در ارتباط با اون جزئیات اون رو بحث می‌کنیم و توضیح می‌دیم. نوشته آرامان در ابتدای ایلخو تلمود تورا پر غالب علاقا به و نه فقط به فرزندش و فرزند فرزندش و تو را آموزش بده، بلکه میساس بوده هر آخام و آخامی عزیزه که آموزش بده به تمام شاگردان با وجودی که فرزندانش هم نیستن. اما تو که گفته شده بشینن تام لبانخا و این گونه از سوره شفایی آموزیم که بانخا این اشاره به شاگردان تو هست که شاگردان خونده میشن فرزندان. تا اینجا گفتار آرامبام هست، نگاه کن اونجا. و من از هم میسته که آرامبام درک کرده کلام اخامیم رو که منظور و نیت پاسوب اون فقط نسبت به شاگردان هست، زیرا که وظیفه داره که للمد بنو که این وظیفه آموزش دادن به فرزندش آورده شده در حلقهای آلف همونجا و از پاسوبی که در دواریم یودالف یوتت میگه به دیمتم اوتام اد بنخم به دبر بام آموزش بده اونها رو به فرزندان تو برکه صحبت کنم بده اونها و کاندی برا. و اینجا صحبت میکنه تورا در مورد شاگردانش و خونده اونها رو به نام فرزندان که به ما یاد بده در مورد این واقعیت به خورز من و مادام که این احساس در قلب معلم و استاد وجود نداره که این شاگردان هم حقیقتا فرزندانش هستن، هنوز در واقع شاگردان واقعیش نشدن. و عمق توضیح این مطلب که مگر نه که مشخص و معروف گفتار اخوانیم در مسئله سندین یوته دمود بید که هر کسی که آموزش میده فرزند رفیقش رو به فرزند رفیقش تورا یاد میده مثل اینکه او رو ایجاد کرده به این دنیا آورده. و قبلا توضیح در ایشانیم رشبا و بازیگران که تمام ارتباط نسبی که فامیلی و نسبی که وجود داره بین والدین و فرزندانشون به این خاطره که پدر مادر عاملی شدن که این فرزند به این دنیا میاد. و دلیلش که شیم لونو در لبین شیم هم هراب که اگر آلتی که فرزند نمیدونه که اونها والدینش هستن، مثلا بچه که نوزادی دزدیده شده رفته، هیچ احساس نزدیکی طبیعی نسبت به اونها نداره. و اگر اینطوره کسی که این امکان براش فراهم شده که هدایت بکنه، راهنمایی بکنه شاگردانش رو و برپا بداره اونها رو بر پایه‌های مستحکم و درست در شیوه‌ی زندگیش با رفتاری که در زندگیش داره، این اگه تمام عامل بودن روحانی در واقع اون بخش معنوی و روحانی اون فردی که وجود داره به وسیله استادشه، به خلد اوتا و تمام طرز فکراش، دانشش، اعمالش از اون نشأت میگیره. تا حدی که شایسته است لومر آلاب که بگید در مورد این معلم این روسا که اجرا شد در مورد یک تولد روحانی و معنوی. در همین خاطر که اخوان فرمان
کل هم لمدت بن حبرو که ایلو یلادو، مثل این که او رو به این دنیا آورده. و یک دیدگاه برجسته‌ای در فهم این ارتباط نسبت به شاگردان آورده شده در کتاب پهدیسا، کتابی صفحه 134، بر نکته‌ای که ربی خانی مولاژین دقت کرده و هیق پید لیقرول تلمیداب و سخکینی میکرد که صدا بزنه شاگرداش رو به اسم بنه یشیوا، فرزندان یشیوا، و توضیح میده اگاری به هوتنر سرز علاخا این مطلب رو در مورد داستانی که رخ داده برای او امکانی که سوال کرده از یکی از جوانه یشیوا، هینه یش لخار ریبی شعطال اومه تورا اسرو، که نک تو استادی داری که نزد اون تورا یاد میگیری. اولادی بین قدش لخور و لعبدیل وجود داره برای تو، همینطور معلم که مثلا چمیدونم علوم ریاضی سایر دانش های دیگر رو به تو آموزش میده. آیا ارتباط تو یکسان بین این دوتا معلم، یا احساس میکنی تو یه تفاوتی در این نزدیکی احساسی که نسبت به اونها داری؟ هاو هاشم ایزه رگاهی و اون شاگرده چند لحظه فکر میکنه و نهایتا اینگونه حرف خوش رو توضیح میده که ارتباط من با معلمی که به من درسای معمولی دانش معمولی رو آموزش میده شبیه به کسی که قبول میکنه خوراکی از دست آشپز. در مقابل این ارتباط من با معلم و استادم که تورا بهم یاد میده شبیه به کسی که نفقه روزی داره از دست منقت لله دایه که مستقیما مثل که به شیر میده. در واقع اون لله دایه شیر میده و اون نوزاد از اساره وجود خودش، در حالی که آشپز از مواد خوراکی از این برابر تدارک دیده، حالا اونا رو پخته آماده کرده تزیین کرده جلوی فرد قرار میده، از وجود خودش نیست. و این بازه الا ازرا و آشپز در این مورد کاری نکرده مگر اینکه خوراکی رو مساعد خوردن کرده، مناسب به خوردن کرده. بعد از که شنیدم این عبارت رو از یکی از بچه های تلمود تورا، اخرسی آلا در مورد اون گفتم که من مطمئن هستم که تو موره هورا آ افرد بزرگی فتوا دهنده خواهد بود در جامعه سه رزه آیا الله هست شگارم. و این عاملی بود که باعث شد برای اگاری به خیم له حلیف که تغییر بده، به جای اینکه بگه شاگردای یشیوا میگو بنه یشیوا، یعنی که این های یشیوا، یشیوا محل آماده کردن خوراکی، حالا خوراک معنی روانی نیست بلکه محلی است که مثل همون لله ای که از وجود خودش شیر میده به اون نوزاد، حناقد مزونته، اینجا محل میک زدن اون خوراکی های روحانی است. و اضافه کرده اگامان ربی هوتنه و فرموده که شیاغل وشه که ارتباط داره که خوراک پخت برای یک جماعت بزرگی، نفرات زیادی رفته برای 200 بره خواه، 300 بره خواه، 400 بره خواه، یه باره غذا پخت، اما لحانی غیر افشار، اما نمیشه حتی به 5 تا نوزاد همزمان شیر داد، به چندین نوزاد امکان پذیر نیست که همزمان شیر داد. و این صد عموم، این راز عمیقی است در انتشار تورا که به اسم آیو سریخیم که در اصل لازم بوده که تربیت کنن هر جوونی رو بر طبق طریقت خودش، نمیشه یک فرمول کلی برای همه در نظر گرفت. به خود من شنید رب بود و هرچقدر که زیادتر میشن نیمکت ها در کلاس ها تحت نظارت یک معلم اتدا شاگرد ها بیشتر میشه، لکولم نیف دار یوتر اتا هرگاشا عدینا، این احساس نزدیکی
پدر و فرزندی حالا کمتر کمرنگتر میشه نزد شاگرد. شهدواری میگم رو الاب تا موقعی که حالا کلاسه مثلا خصوصی تر راحت سوال و جواب میکنن رو در رو هستن احساس اون رو درک میکنه. بلو شیخ بازه به اعتماد در موردی که فرمودن یه دونه شمع میتونه 100 تا شمع رو یا یه دونه شمع یه چراغ میتونه به یه نفر روشنایی بده میتونه به 100 نفر روشنایی بده. این لامپی که الان جا روشنه فرق نمیکنه یه نفر توی این اتاق باشه یا 100 نفر باشن. از این جنبه نمیشه معلم رو به اون لامپ تشبیه کرد. مسلما وقتی که یه استاد و یه شاگرده ارتباط خیلی نزدیکتره، خیلی راحت‌تر میتونه بفهمی که آقا این شاگرده فهمید نفهمید دوباره توضیح بده سوال جواب بکنه. بعد که این 10 نفر میشن ارتباطی مدار کمرنگتر میشه. بعد که یه کلاسی 100 درخوا 500 درخوا باشه اصلا امکان سوال جواب شاید وجود نداشته باشه، زیرا که نفوذ نمی کنه این فیض معنوی در داخل اعماق وجود طرف شاگرد، طرف مقابل اون شاگرد است. بعد که تعداد نفرات زیاده، بعد که تعداد نفرات زیاده یکی با بغل دستی حرف میزنه دیگه نمیتونه از معلم سوال کنه، از بغل دستی سوال میکنه شروع پولو میشه، خیلی وقتا اصلا اصل مطلب هم تحت شعاع قرار میگیره. و مسیری که چگونه آدم برسه به این احساسی که احساس بکنه شاگرد خودش رو مثل فرزندش، اونم مثل تک فرزندش، چرا هم رو دو کبا که بهش آموزش داده قبلا توضیح داده شده چندین بخش از اونها از گفتار آرامبام در انتهای پرخه میلخو تلموتورا و انتهای درخواه یودبید که استاد معلم را لازمه که له عریخ ارزش قائل بشه و احترام قائل بشه در قلبش نسبت به شاگرداش و نشون بده این ارزش و اهمیت هر یکی رو، هر یکی از اونا رو، زیرا که فقط به این طریقه است که وقتی که شاگردش ارزش داده، قوت قلب داده، اعتماد به نفس داده که تو تو این زمینه خیلی خوب هستی، عالی هستی، حالا گفتار استاد خیلی تأثیر بهتری داره به قلب شاگرداش. به شرح مرگشیم که اونا احساس میکنن که هم فکر هستن با استادشون، همدلی بیشتری دارن. اول معصه یش لقیم در عمل باید اجرا کردن رو به وسیله قبالت پانیم لواوید، برخورد دوستانه از همه قلب، خوشحال کردن طرف مقابل و یوتر میزه و بیشتر از این لحهشیر دوارا ارزش قائل بشه برای گفتاره طرف مقابل، ایرادایی که شاگردش میگیره، حتی اگه بعض وقتا هیچ نکته جدیدی هم در اون نیست. ولی اگه آسو شالوم اصلا تا میاد به بسم الله بگه اگه تو صحبت نکنی حرف شد اصلا ارزش نداره. که اینها قابل قبول نیست که حتی اگه بگیم که میخواد یاد بده به شاگردش که در مقابل استادش فروتن باشه به قیمت مناسب اینجا عرضه نشده. برای این مورد باید دقت کنیم. بس ادامه داره که بذاشیم فرصت بعدی خدمتتون بگیم.